آقای دکتر، اون تناقض‌ها و تضادهایی که در صحبت‌هایشون در شخصیت حتی شریعتی بسیاری بهش اشاره کردن، ابتدای برنامه شنیدیم جایی که ایشون میگه که جامعه آماده نیست، رأی مردم اونجا اهمیتی نداره و بحث، بعد می‌بینیم که در جای دیگه صراحتاً چطور حکومت مذهبی رو، حکومت روحانیون رو به باد انتقاد می‌گیره. این تناقض‌ها در بخش‌های دیگری از دیدگاهشون هم طبیعتاً قابل بحث هست. ناشی از چیست به نظر شما؟ من فکر میکنم ناشی از این واقعیت هست که علی شریعتی فرزند زمانش بود، زمانی که پرگویی، حرفای پر تنین زدن، کمخونی، پرمدعایی رسم روزگار بسیاری از روشنفکران بود و این رسم رو به لحاظ سخنبری خود شریعتی به یک فرم هنری تبدیل کرد و چندان در نگران بافت داخلی این اندیشه ها نبود، حاضر بود در مورد مسائلی که به راستی در موردشون اندک میدونست اظهار نظرهای قطعی و قایی بکنه. اطلاعاتش در مورد مارکسیسم، همونطوری که آقای علی اکبر اکبری در یک نقد بسیار جانانه‌ای و شاید جدیترین نقدی از منظر مارکسیسم به شریعت نوشتن، اطلاعاتش در مورد مارکسیسم بسیار بسیار ابتدایی بود، ولی با این حال احکام قاطعانه هم در مورد مارکسیسم، هم در مورد هگل، هم در مورد اگزیستنشیالیسم، هم در مورد فروید، هم در مورد تشیع، یعنی یک جوری خودش رو جامع الاطراف میدونست، در حالی که به گمان من عمق اندیشه هاش و بافت درونی و ساختار فکرش چندان همساز و همسو نبود. به همین خاطر به نظر من همونطوری که عرض کردم، دانسته یا ندانسته، چهره ای از تشیع ایجاد کرد که در عمل 32 سال اخیر دیدیم که با واقعیت همسوز نیست. شریعتی نموند که دوره انقلاب خودمون رو ببینه، ولی در همین دوره انقلاب خودمون هم ما یک حکومت دولت موقت داشتیم و این دولت موقت برای گذار هست. اساسا شریعتی نه دنبال یک نظریه برای حکومت بود و اصلا مسئله ربط به روحانیت و ولایت فقیه و عرض کنم این حرفا، من نمیدونم این سالهای اخیر اینها در آمده، با گزینش کردن برخی از حرفهای شریعتی از اینجا از اون بستر تاریخیش در آوردن، از اون زمینه معنایی خودش اینها رو منقطع کردن و با یک تقطیع کلامی و لفظی واژه ها رو کنار هم چیدن و بعد در نتیجه یک نتیجه به اصطلاح غلط و نادرست و مخدوش و خلاف نظریه به اصطلاح نویسنده از توش در آوردن. نظریه امت امامت هیچ ربطی به ولایت فقیه نداره، هیچ ربطی به حکومت مذهبی نداره. اصولا شریعتی دنبال یک نوع حکومت خاص، چه مذهبی چه غیر مذهبی، نبود. و آخرین سخنی که میخوام بگم در این ارتباط اینه که شریعتی به باور من و به شهادت ده ها نوشتهش که در نوشته های بنده و دیگر دوستانم هست و قابل دسترسی هست و میشه منابعش هم نشون داد، اساسا معتقد به دموکراسی بود، منتها دموکراسی رو نقد داشت، هم در میان مسلمان ها و در جهان اسلام و هم در خود غرب. یکی از مسلمان منتقدان رادیکال لیبرال دموکراسی غرب بود. حالا اینکه اون انتقاداش وارده یا وارد نیست، میشه اونا رو بررسی کرد، میشه درباره اینا صحبت کرد. منتها شریعتی در اون شرایط و در اون زمانی که بود در دهه 40 و 50 مسئله دموکراسی براش اصل نبود و اون گونه که الان ما به دموکراسی نگاه میکنیم، اون گونه که الان دموکراسی در جامعه ایران اعتبار پیدا کرده، روی اجماعی تقریبا روی اون چه مذهبی چه غیر مذهبی روی اون پیدا کردن، در دهه 40 و 50 نبود. همون گونه که در افکار بسیاری از روشنفکران و نویسندگان و مبارزان سیاسی چپ و راست هم در اون زمان مسئله دموکراسی مثل الان عمده و مهم نبود.